خلیفه سوم وفات کرد و من به سوی ایشان نشسته بودم. ارادت من به خلیفه سوم بر چشم کسی پوشیده نیست. تحمل فوت ایشان را نداشتم. بعد از فوت خلیفه تمام انگیزم را برای جهاد و گسترش اسلام از دست داده بودم. به تجارت پرداختم و از سیاست دوری کردم. خدا می داند که عثمان را دوست دارم و برای کمک به او هر کاری خواهم کرد. این را در محضر همه گفتم. از کوفه عازم شام شدم تا با معاویه بیعت کنم تا به کوفه را بدون عثمان بن عفان نداشتم. قصه خوبیست برای تعریف کردن. من قصه نمی سازم، قصه ها را فقط بازگو میکنم. یعنی هرچی میشنوی یا میبینی آن را بازگو میکنی عین به عین؟ چیزی شبیه به این. یعنی حمال کلماتی؟ حمال کلمات. اولین بار بود که به این باجه بر میخورم. از ظاهر حرفای من بگذر، عمقش را بگیر. از طرز حرف زدنت خوشم نیامد. تو از ظاهر تمیز یا کثیف و لکدار خربزه آن را انتخاب میکنی و میخری؟ منظورت را نمیفهمم رفیق شوریده من. معیار سنجش میوه ها مزه آن است. خب از ظاهر سخنان من بگذر، عمق مطلب را بگیر. منظورت را نمیفهمم. ظاهر ماجره ها را کنار بگذار، آنچه میبینی را تعریف نکن. شنونده های قصه های تو شاید دلشان بخواهد برای دیگران بازگو کنند این قصه ها را. هر بار که بخواهند بازگو کنند شاید قسمت های از قصه تو را فراموش کنند یا به اشتباه روایت کنند. بعد از چند بار روایت و سینه به سینه شدن قصه های تو، از اصل قصه تو چه میماند؟ جالب شد، بیشتر برایم بگو. آنچه را که میبینی بازگو نکن، آنچه را که از دیده هایت میفهمی تعریف کن. قضاوت را بسپار به عهده شنونده های قصه هایت. چه کسی میگوید که تو هیچ نمیدانی یا هیچ نمیفهمی؟ همه کس و هیچ کس. سالهای سال بود که نه دیگر کاری به سیاست داشتم، نه برایم اهمیت داشت که خلیفه کیست و از کدام خاندان. شمشیرم را به غلاف سپرده بودم و با خودم عهد کردم هرگز این دو را از یکدیگر جدا نکنم. تجارت و کسب روزی حلال تنها کاری بود که این سالها با اون مشغول بودم. اقامتم در شام طولانی شده بود. خانواده همسرم گمان کشته شدنم را داشتند. از طرفی هم برای اینکه به معاویه پیوسته و در جنگ صفین بر روی علی شمشیر کشیده بودم، مرا ملحد و از دین خارج شده می دانستند. از این رو دنبال بهانه‌ای می‌گشتند تا طلاق دخترشان را از من بگیرند و این کار را هم کردند. آنها در غیاب من همسرم را طلاق داده و بر من حرام کردند. اواخر سال 60 قمری به همراه خانواده و یارانم مشرف به سفر حج شدیم. در راه برگشت از مکه به کوفه کاروانی در نزدیکی ما حرکت می‌کرد. به اطلاع ماندن کاروان حسین ابن علی است، پسر علی. برای چه به کوفه می رود؟ این سوالی بود که هرگز نمی خواستم جوابش رو بدانم. تا به این بی‌عدالتی را نداشتم. من عاشقان همسرم را دوست داشتم و او هم مرا دوست داشت و می دانستم
قلبن به این طلاق اجباری و غیابی راضی نبوده، پس مجبور شدم به کوفه برگردم. اما پیش چه کسی گلایه از این جفا می بردم؟ آنجا نه خیرخواه و نه یاوری داشتم. حیران مانده بودم بین زمین و آسمان. فرمان دادم فاصله کاروان من را با کاروان حسین بیشتر کنند. با مسافت طولانی تر از آنها تیر راه میکردیم. همواره چند فرسخ دورتر از آنها اردو میزدیم. دلیل کارم را نمیدانستم، اما اینگونه احساس آسودگی بیشتری میکردم. تنها راه چاره‌ای که داشتم دیدار با علی ابن ابی طالب بود. با اینکه دشمن خونی او محسوب می‌شدم، دل را به دریا زدم و به ملاقاتش رفتم. می‌دانستم تنها اوست که به گله و شکایت من گوش خواهد داد و برای ستاندن حق من وارد عمل خواهد شد. احساس غریبی است برای گرفتن حق پایمال شده‌ات مجبور باشی از دشمنت کمک بخوای. مدام با خودم میگفتم زهیر، تو که سالهاست از سیاست به دور بودی، حجتی برای اسلام برگردن تو نیست. تو سالهای جوانیت را کنار رسول خدا بارها جنگیدی و جهاد کردی. الان بر تو واجب نیست که هنگام کهنسالی که باید کنار زن و عهد و عیالت باشی، دوباره یاد خلیفه بازی و مناسبتهایش کنی. چیزی که بر تو واجب است حمایت و محافظت از زن و اولاد و یارانت است. نباید خوف جنگ و خونریزی به دلشان وارد کنی. به زنم که نگاه میکردم، این یقین در دلم استوارتر می شد، چرا که عاشقش بودم و حاضر بودم من جان دهم اما او را آزرده و نگران نبینم. دیوانه وار زنم را دوست داشتم، حاضر بودم جان دهم اما او را از دست دادم. پس عزمم را جزم کردم، به دیدار علی ابن ابی طالب رفتم. گله و شکایتم را گفتم. آرام و صبور گوش داد و در جوابم گفت: تو دشمن ما را در مخالفت با ما یاری کردی. او مرا دشمن خود نمی دانست. او تنها گلایش از من این بود که چرا دشمنانش را یاری کردم. او مرا دشمن خطاب نکرد. او مرا دشمن خود نمی دانست. می دانستم برخورد و گفتگوی من و حسین ممکن است مرا دوباره هوایی کند. من سالهای آخر عمرم چیزی جز صلح و آرامش در کنار خانوادم نمیخواستم. احساس بدی داشتم، انگار شری برای آرامش زندگیم در کمین نشسته بود. لعنت خدا بر شیطان رانده شده. خاک بر دهانم، مگر می شود ملاقات با نوه رسول خدا شری همراه خود داشته باشد؟ در جوابش گفتم از اینکه دشمنانت را یاری کردم مرا از عدل تو محروم می کند شک نداشتم. شک نداشتم که از مهر و عدالتش محروم نخواهم ماند. ولی بدون آن که گذشتم را در نظر بگیرد داد من را ستاند. از دید او من مظلوم واقع شده بودم. حجت شرعی برگردنش بود تا حقوق پایمال شدم را باز ستاند و این کار را هم کرد. وارد عمل شد و همسرم بغد من در آمد. پسر ابو طالب حق مظلومین را میگیرد حتی اگر در خیل دشمنانش باشد.
راست گفتی، قصه خوبی می شود برای روایت کردن. قصه نگو، قصه بساز. قصه های مردمان از قبل گفته شده و ساخته شده، من فقط شاهد آنها هستم و برای یک شاهد کاری جز روایت کردن باقی نمی ماند. برای من هم روایت کردن که حسن چنین کرد و چنان کرده. من هم حقیقت پنداشتمشم، اما حقیقت چیز دیگری بود. حقیقت همیشه در پشت هر واقعی مخفی می شود. بهتر است قضاوت در مورد قصه های من را به کسانی بسپاریم که آنها را می شنوند. این قرار ما بود. اگر برای قاضی شریحا قصت را بازگو کردی، هرگز قضاوت را به آنها مسپار. آل محمد، هر چه دارند خیر است ولا غیر. همسفری کاروان های من و حسین بی حکمت و حکایت نیست. حتما دلیلی دارد که خدا مرا در این ساعت اینجا قرار داده است. دلیلش را سالها قبل سلمان در جنگ بلنجر برایم گفته بود. وای بر این شوریده حالی و پریشانی. چه باید بکنم؟ کار درست کدام است؟ اینکه به فکر زن و اولاد و زندگیشان باشم یا به فکر آخرت خودم؟ این که امتحان سختی است مرا درونش قرار دادی. ای خدا، شمشیر ابن ملجم که فرغلی را در کوفه شکافته بود، همزمان با او قلب من هم شکافته شد. شهادت علی لرزه بر پیکر من انداخت. او حق مطلق بود و من این را خوب می دانستم. پس از شهادت علی دیگر نتوانستم در شام بمانم. عازم کوفه شدم، به نزد قوم و قبیله‌ام رفتم، از معاویه بیزاری جستم و ابراز انزجار کردم و عهد کردم دیگر سمت سیاست و هرچه به آن مربوط می شود نروم. مشغول کار و تجارت شدم و تصمیم داشتم تا آخر عمر فقط و فقط به تجارت فکر کنم و زندگی بدون جنگ و دور از نزاع برای خود درست کرده و باقی عمر را سپری کنم. آنگاه که سید جوانان آل محمد را درک کردید، از پیکار و کشته شدن در کنار او بیش از دست یابی به این غنایم شادمان باشید. این جمله را سلمان زمانی به من گفت که مشغول جمع کردن غنایم جنگی بودم. آن موقعی که مشغول مال دنیا بودم، سلمان از امروز بشارتی به من داد و امروز که بشارت او محقق می شود، من مدام به مال و آسایش دنیا فکر می کنم. نماینده حسین به خیمه‌گاه من آمد و گفت مولایم شما را دعوت کرده است که به نزدشان بروید. با شما کار مهمی دارم. با خبر شدیم کاروان حسین به سمت کوفه می آید. بعد از کشته شدن مسلم بن عقیل، هانی بن عروه و قیس بن مسحر، همه می دانستند کاروان حسین برای چه به کوفه می آید. من نه از دعوت کنندگان بودم که وظیفه ای داشته باشم و نه دل خوشی از آل امیه و ابن زیاد داشتم. پس تصمیم گرفتم برای دومین بار از کوفه هجرت کنم. فلفور هرچه داشتیم و نداشتیم رو جمع کردیم و قبل از رسیدن کاروان حسین از کوفه هجرت کردیم.
زهیر به من نگاه کرد. حال عجیبی در چشمانش بود. شک داشت. تردید از تمام وجودش به بیرون موج می‌زد. سپس رو به قاصد حسین ابن علی کرد و گفت: سلام منو به مولایت برسان. با ضمن سپاس از دعوتشان، خدمتشان بفرمایید که زهیر حال خوشی ندارد و عرض کرد بابت رد دعوتشان صمیمانه عذرخواه است. دلیل نرفتن و ملاقات نکردنت با حسین چیست زهیر؟ چرا تفره می روی و پاسخ درستی نمی دهی؟ من اصرار می کنم که پاسخ دهی و تو با سکوتت انکار می کنی. التماس کنم، قسمت دهم تا بگویی تو را به تربت رسول خدا. خب دلیل نرفتنت به دیدار نوه پیامبر را به من بگو. دلیل به ملاقات حسین نرفتنم تویی دل؟ آتش جهنم را احساس می کنم که از درونم مشغول زبانه کشیدن است. به خاطر من می خواهی پسر فاطمه را تنها بگذاری؟ برای دنیا و زندگی با من می خواهی به آل مصطفی پشت کنی؟ نگرانم دلهم جان، نگرانم. می دانم بعد از این ملاقات و گفتگو چیزی جز خون نیست، خون من. نگرانم بعد از من چی بر سر تو زندگیت می آید. مرد شور زندگی را ببرند که ادامهش به تنهای پسر فاطمه و علی مشروط است. نفرین دنیا آخرت را به جان ما نخر زهیر. میگویید چه خاکی بر سر بریزم؟ التماست میکنم به دست و پایت میفتم به ملاقات حسین برویم. این مرغ سعادت را که بر خیمه ما نشسته از جام پران، برو برو و رستگاری من را در آخرت بخر زهیر. این آخرین خواسته من از توست. دل هم که حال دلش را برم روشن کرد، با پای جان نزد حسین رفتم، تقدیرم را برایم تعریف کرد که از سالها پیش، از آن زمان که غرق در مال دنیا بودم، از همان زمان که عطای جهاد را به لقایش بخشیده بودم، از همان زمان که شمشیرم در غلاف خاک میخورد، شهادت در کنار حسین در تقدیرم حک شده بود. به خیمه‌گاه خود برگشتم و فرمان دادم خیمه‌ها و اسباب را جمع کنن تا به کاروان حسین بپیوندیم. هرچه داشتیم را جمع کردیم، از کوفه خارج شدیم، به نزدیکی بنی مقاتل که رسیدیم، از دور کاروانی را مشاهده کردیم که به سمت کوفه می آید. خدا خدا می کردم کاروان حسین نباشد. شک ندارم کاروان حسین ابن علی است ارباب. امیدوارم از کنار آن بگذرند و به سمت ما نیایند. همینک قاصدی از جانب کاروان ایشان به سمت خیمه های ما می آید. ببین چه می خواهد، کارش رو راه بینداز. می روم جویا شدم. چه شد؟ ارباب میگوید حسین ابن علی شما را فرا خوانده است تا به ملاقاتش بروی. خبر مرگت بگو اربابم نیست. چه میبینم؟ خود حسین ابن علی است که دارد به سمت خیمه های ما میآید. حال چه کنیم ارباب؟ به دیدارش رفتم، با مهربانی اشتباهات گذشتم را یادآور شد.
گفت. فرصتی فراهم شده تا آنچه در گذشته انجام داده ای را جبران کنی. گفتم من از کوفه بیرون آمدم تا با شما مواجه نشدم. ترس این را داشتم نتوانم شما را یاری کنم. من تاجر بزرگ کوفه بغض آل امیه را در دل دارم، اما پیوستنم به شما هیچ نفعی برای تان ندارد. با اخباری که من از شام و کوفه می دانم هیچ کدام از شما زنده نخواهید ماند. حال مرگ من برای شما چه سودی دارد؟ حاصلش شفاعت جدم رسول خداست که در قیامت نصیبت می شود. نفس من بر مرگ راضی نیست. اسب من را تحویل بگیر. هیچ سواری بر آن سوار نشده مگر اینکه به مرادش برسد. هیچ زاربی نتوانسته به گرد پای اسب من برسد و به من ضربتی وارد کند. نه حاجت به تو دارم نه به اسب تو. ما گمراهان را به یاری خود نمی طلبیم. اما از اینجا بگریز و برو، نه با ما باش و نه بر ما، زیرا اگر کسی صدای استغاثه ما را بشنود و اجابت نکند، خداوند او را در آتش می اندازد و هلاک می شود. یاران و همراهانم را جمع کردم و گفتم هر که دوستدار شهادت است با من بیاید، وگرنه جدا شود و برود، که این آخرین دیدار است. حکایت عجیبی است این حکایت رفیق، حکایت دو مرد، حکایت دو سرباز، حکایت دو تاجر، هر دو در کوفه و هر دو در گیر دنیا، و حسین ابن علی در مسیر هر دو. اما این کجا و آن کجا؟ عبیدالله ابن حر جوفی رفت تا استغاثه های امام را نشنود. بعد از واقعه عاشورا به سپاه مختار و پسر مالک پیوست. آنجا انقدر درگیر مال دنیا بود و دنبال غنیمت که مختار او را از خود راند. رفت نزد مصعب پسر زبیر. آنجا هم انقدر دنبال دزدی و غارت بود تا مصعب او را از خود راند. سرآخر هم از ترس به فرات پناه برد و آنجا غرق شد، حوالی همان جایی که امام با یارانش کشته شده. اما این کجا و آن کجا؟ در درون خلوت دل عشق آن جذاب جمال در نیامد تا نکرد از خیشتن بیرون مرا. در بهای بوسه‌ای عقل و دل و دینم گرفت، باز میگوید که ندانم کرده ای مقبول مرا. مر مرا مدیون خود کرده است میداند یقین، که التفات خواجه نگذارد به کس مدیون مرا. شاه عمرانی علی آن کهند مرسل مدام، گفتیش هستی تو اندر منزلت هارون مرا. همچو قارون با وجود لطف او خاکم به سر، همچو قارون با وجود لطف او خاکم به سر، گر به چشم آید تمام دولت قارون مرا. چون نگشتستن به پیرامون بدخواهان او، درد و غم گشتن نمی آه. حسین علیه السلام پس از برخورد با سپاهیان حر بن یزید ریاحی در منزل ذی حسام خطابه ایراد فرمودند و طی آن از دگرگونی دنیا، کجی های حاکم شده بر جامعه
و پست و ناچیز بودن زندگی سخن گفته و فرمودند: مگر نمیبینید که به حق عمل نمی شود و از باطل پرهیز نمی کند؟ مؤمن باید حق طلب و مایل به لقای پروردگار باشد. مرگ را من جز شهادت نمییابم و زندگانی را جز ننگ و خفت نمیدانم. پس از اتمام سخنرانی امام علیه السلام، زهیر نخستین کسی بود که آمادگی خود را برای اجرای دستورهای آن حضرت اعلام داشت و گفت: ای پسر پیامبر، که خداوند تو را قرین هدایت بدارد، گفتارت را شنیدیم. به خدا سوگند که اگر ما می توانستیم برای همیشه در این دنیا زندگی کنیم و تمام امکانات آن را در اختیار داشتیم، باز هم شمشیر زدن در رکاب تو را انتخاب می کردیم. امام علیه السلام نیز در پاسخ برای او دعای خیر کرد و این دعای خیر آل علی همان چیزی بود که زهیر با هزار شتر با بار طلا عوضش نمی کرد. سپاهیان هور که راه را بر ما بستند، نزد امام رفتم و گفتم: به خدا سوگند که پس از این کار بر ما سخت‌تر می‌گردد. یبن رسول الله، اکنون جنگ با این گروه برای ما آسان‌تر است از آنهایی که از پی اینان می‌آیند. به جان خودم سوگند کسانی بعد از اینان می‌آیند که جنگ با آنان برای ما طاقت فرسا است. امام فرمودند: من آغاز کننده جنگ نخواهم بود. سپس گفتم: در نزدیکی اینجا و در کنار فرات آبادی است که دارای استحکامات طبیعی است. اجازه دهید در آنجا فرود آییم و اگر این عده جلوی ما را گرفتند با آنها می جنگیم. امام نام روستا را پرسیدند. گفتم: اقر. امام فرمودند: پناه می برم به خدا از اقر. عصر روز تاسوعا، هنگامی که لشکریان عمر سعد به سوی خیمه های من هجوم آوردند و قصد آغاز جنگ داشتند، امام از برادرش عباس خواست نزد آنان رفته ببینند هدفشان چیست، چه میخواهند. عباس با حدود 20 نفر از جمله زهیر و حبیب ابن مظاهر نزد آنان رفته و از مقصودشان پرسیدند. آنها گفتند: به ما فرمان داده شده است در صورتی که تسلیم حکم ابن زیاد نشوید با شما پیکار کنیم. عباس گفت: مقصود و پیام شما را به اطلاع برادرم میرسانم، پس منتظر جواب بمانید. حبیب ابن مظاهر و زهیر از فرصت استفاده کرده و به نصیحت سپاهیان عمر سعد پرداختند. حبیب ابن مظاهر سپاهیان عمر سعد را از کشتن نوه رسول خدا و یارانش نهی می‌کرد که عزره ابن قیس کلامش را قطع کرد و گفت: تا میتوانی خودستایی کن حبیب. در پاسخش گفتم: خداوند او را پاکیزه و هدایت کرده است، از خدا بترس. من خیرخواه تو هستم، مبادا از کسانی باشی که گمراهان را بر کشتن جانهای پاکی یاری میدهد. عزره گفت: ای زهیر، کهولت سن مغزت را معیوب کرده و قدرت تشخیص راحت را هم نداری. تو که اصلا از شیعه این خاندان نیستی. آیا برای تو این که کنار حسینم کافی نیست تا بدانی با این خاندانم؟ به خدا سوگند من برای حسین نامه ای ننوشتم، پیکی نفرستادم، وعده یاری به او ندادم. مسیر راه من و او را کنار هم قرار داد. چون به دیدارش رفتم به یاد رسول خدا و منزلت حسین نزد ایشان افتادم. دانستم که به سوی دشمن خود و حزب لعین شما روانه است. مصلحت دانستم یاریش کنم و در حزبش باشم و جان خیش را برای آنچه از حق خدا و رسولش شما ضایع کردید فدایش گردانم. حرفهای زهیر به عزوه را چنان بازگو کردی که انگار حرفهای دلت بود. در نگاهت پشیمانی موج میزند رفیق خوش زبان. پشیمانم، قصه ساز پشیمانم. قصه ها علاوه بر سرگرم کردن مردمان
در دل خود پند و اندرز هم دارد. زهیر تو را به یاد خودت انداخته؟ زهیر در سپاه حسین است و من زیر سایه تو. این چه چافی بود که با این قیاس در حق زهیر کردی؟ یک گوشه نشستن، شنیدن و دیدن هم بیفایده است رفیق. بیرون گود روزگاری ساده ایم و فقط نظاره می کنیم. بسم الله. این گوی و این میدان، هم قصه بساز هم قصه بگو. شب عاشورا حسین ابن علی بیعت خود را از گردن اصحابش باز کرد. زهیر در جواب ایشان اینان را گفت: به خدا سوگند، به خدا سوگند، حاضرم در راه تو کشته شوم، باز زنده شوم، باز کشته شوم، تا هزار مرتبه، تا خداوند مرگ را از تو و خاندانت دور بداند. هزار مرتبه، هزار مرتبه. 12,000 نفر سواره، 12,000 نفر سواره و پیاده به سویتان می آییم و ترس در دلتان می اندازیم و چاره ای جز تسلیم ندارید. بگو. ای مردم کوفه، شما را بیم می دهم از عذاب الهی، چرا که همانا یکی از حقوق مسلمان نسبت به یک دیگر نصیحت است و خیرخواهی. تا آن زمان که شمشیر و جنگ ما بین ما نیست، ما همه برادر به یک دین و یک ملتیم. اما آنگاه که شمشیر پیوند ما و شما را بگسلد، ما یک امت و شما امت دیگرید. خداوند ما را به فرزندان رسول آزموده است تا ببیند که ما در قبال ایشان چه رفتار می کنیم. اینک شما را فرا می خوانم به جنگ با عبیدالله ابن زیاد و یاری پسر رسول خدا. شما از حکمرانی عبیدالله ابن زیاد و پدرش چه به یاد دارید جز بدی و پلشتی؟ مگر نه این است که اینان چشمان شما را با میل کور کردند، دستان و پاهای شما را قطع کردند، شما را مسله کردند، با بزرگان و قاریان شما به مانند حجر بن عدی و ایانش که به دار آویختن رفتار کردند. بترسید از عذاب الهی. جنگ؟ با عبیدالله؟ نه، عبیدالله خوب است. عبیدالله حاکمی عالی است. ما و تمام مردمان کوفه عاشق و واله عبیداللهیم. به خدا قسم آنقدر اینجا میمانیم که تو آن اربابت و همراهانتان را کشته یا به اسارت بگیریم و به دارالخلافه کوفه بیاوریم. به خدا سوگند، پسر فاطمه بسیار سزاوارتر است برای دوستی تا پسر مرجانه. اگر او را یاری نمی کنید، از خدا بترسید
از خدا بترسید و دستتان را به خونش آلوده نکنید. ساکت شو، ساکت شو، خدا ساکتت کند. انقدر پرگویی کردی که همه را خسته کردی. چه کسی این حرفا رو زد؟ شمر پسر زلجوشن. من با تو سخن نمیگویم. تو حیوان چهار پای زبون بسته بیش نیستی. گمان نمی کنم دو آیه از قرآن هم فهمیده باشی. به تو این نوید را می دهم که در آخرت گرفتار عقوبت و عذاب الهی خواهی شد. همیدک، تو و اربابت دوچار عقوبت شده و هلاک خواهید شد. مرا از مرگ میترسانی؟ کشته شدن با حسین بسیار برای من شیرین تر است تا جاودانگی باشم. ای بندگان خدا، مبادا روزی بیاید که این پست و فرومایگان شما را از دینتان جدا کنند. به خدا سوگند کسانی که خون فرزندان رسول خدا و خاندانش و یارانش را بریزند از شفاعت ایشان برخوردار نخواهند بود. در این هنگام امام کسی را نزد زهیر فرستاد تا او را صدا بزند. برگرد زهیر، همانند مؤمن آل فرعون که نصیحتهایش در دل قومش اثر نداشت، پندهای تو هم اگر فایده ای داشت به همین اندازه کافی است. وای بر دنیا و آخرتتان که نوه رسول خدا از هدایتتان دل سرد شد. پس از آنکه حبیب ابن مظاهر قبل از ظهر عاشورا به شهادت رسید، زهیر و حر ابن یزید ریاحی با هم به میدان رفتند. آن دو در جنگ یک دیگر را حمایت می کردند و هرگاه یکی از آنان در محاصره قرار می گرفت، دیگری به کمکش می شتافت. آن دو پیوسته می جنگیدند تا اینکه حر به شهادت رسید. اولین دیدار حر با زهیر چیزی جز منازعه و جدل و بحث و رجز نبود، ولی و آخرین دیدارشان لحظه شهادت در آغوش هم بود. آن هم بعد از نبرد جانانه‌ای که مانند دو پهلوان پشت به پشت هم چسبیده بودند و مراقب یکدیگر بودند و جان لشکر پلیدی را گرفتند. آیا معجزه چیزی جز این است؟ نه، اما معجزه ها در راه است. آماده باش. بعد از شهادت حر، زهیر به خیمه‌گاه برگشت. زمان نماز ظهر، وقتی امام همراه جمعی از یارانش به نماز خوف ایستادند، زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی در برابر امام و یاران آن حضرت ایستادند تا از نمازگزاران در برابر حملات دشمنان محافظت کنند. آنها خود را سپر تیرها و هجمه‌های دشمنان قرار می‌دادند تا اینکه نماز امام و یارانش اقامه شد. بعد از ادای نماز نزد امام رفتم و گفتم ای هدایت شده و راهنما، امروز به دیدار جدت رسول خدا و همچنین برادرت حسن و پدر بزرگوارتان علی مرتضی شیر خدا خواهم رفت. زهیر بعد از کسب اجازه از امام برای نبرد به میدان رفت. من زهیر پسر قین هستم.
با شمشیرم از حسین فرزند علی و فاطمه دفاع خواهم کرد. حسین یکی از دو نواده رسول خداست، از خانواده ای که نیکی و تقوا زینت آنهاست. او فرستاده پاک خدا از دو نسل نبوی است. من شما را میکشم و این را عیب نمیدانم. مثلا جام زهیر دلاور عرب به دست کثیر ابن عبدالله شعبی و مهاجر ابن اوس تمیمی به شهادت رسید. امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود: ای زهیر، خداوند تو را مشمول رحمت خود گرداند و قاتلان تو را لعنت کند و کشندگان تو را همانند قوم لعنت شده و مسخ شده بنی اسرائیل گرفتار نفرین ابدی خود سازد. زهیر بعد از اینکه حجت را بر یارانش تمام کرد و خبر از تصمیم خود مبنی بر همراهی و شهادت در کنار حسین ابن علی داد، تمام دارایی‌هایش را به من سپرد. حرفی در دلش بود که هرچه تلاش میکرد از دل به زبانش نمی‌رسید. اصرار کردم که باز کند سفره دل پرخونش را. در جواب گفت: قبل از به میدان رفتنم طلاق تو را میدهم تا بعد از شهادتم به عنوان همسر کشته شده در جنگ اسیر این قوم ظالم بی شرف و بی حیا نشوی و تو را به اسم غنیمت به کنیزی نبرند، چرا که هیچ کار شوم و پستی از این سپاهیان ابلیس زمان به دور نیست. همراه برادرت برو دلم، نمیخواهم به جز خوبی چیز دیگری از من در یادت بماند. به خدا که غیر از خوبی چیزی از تو در یادم نیست و نمیماند. زهیر، کفنی که از سفر حج خریده بود را به غلامش دادم و گفتم برو برو و اربابت را کفن کن. وقتی برگشت کفن در دستانش بود و گفت: چگونه تن اربابم زهیر را کفن کنم حال آنکه تن اربابش حسین بی کفن است؟ چگونه بر تن اربابم کفن بپوشانم در حالی که اربابش حسین کفن ندارد؟ کیست این پنهان مرا در جان که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خودنمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید که منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگه با چشم و از لب با سخن.